دوستان. بله دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت به شما، خدمت شما، و خوشحالم که دوستان از طریق فیسبوک هم امروز با ما هستند و میتونن سوالاتشون رو مطرح کنن. اگر مایل باشن من برای آقای خداوندلو میخونم سوالات رو، ایشون پاسخ بدن. آقای خداوندلو در دو برنامه گذشته در رابطه با اسلام شناسی صحبت کردند که من میکروفون رو در اختیارشون میذارم و مثل شما دوستان، مثل یک تماشاچی بیننده مینشینم تا هم یاد بگیرم هم آگاه بشم، و از ایشون هم خواهش کردم که این حق رو هم به ما بده هم به شما دوستان، که هر کسی انتقادی داره، نظری داره، آزادانه بیان کنه و ایشون هم یا همین امروز یا در برنامه‌های آینده پاسخ بدن، یا حتی از شماها دعوت کنن در برنامه‌هاشون شرکت کنید و به صورت مناظره دوستانه گفت و شنود داشته باشید. آقای خداوندلو، این شما و این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی، شنوندگان و بینندگانتون. خب بحث امشب ما هم دنباله همان اسلام شناسی است، اما قبل از وارد شدن به مبحث اسلام شناسی، من میخواستم به چند تا از انتقادهایی که شما کرده بودید که البته به جا هم هستن پاسخ بدم. شما چندین بار در صحبتاتون میگویید این مطالب چه مشکلی از ما را حل میکند. خب من از شما میخوام که کوتاه و فشرده توضیح بدید در حال حاضر مشکل اساسی ملت ایران چیست؟ شما میگن معمولا دوستانی که خیلی وارد هستن سوالات رو با سوال منتقل میکنن به اون کسی که پرسیده. من از شما سوال کردم، شما سوال من رو با یه سوال مشکلی به اصطلاح به خودم برگردوندید. من به نظرم مشکل این هست که دوستانی مثل شما نتونستن رابطه خوبی با بیننده ها، شنونده ها، مردم داخل ایران برقرار کنن، که همون جوری که خمینی تونست موفق شد با نوار کاست، با شبنامه به اونها، با اونها در گفت و شنود باشه، بهشون دستور بده چه کار کنن، شماها نتونستید، و این مشکل اونه. مشکل اولیمون هم که وجود دیکتاتوری در ایران هست. خب بسیار خوب، پس بنابراین ما رو مقصر میدونید. البته منم این ما رو به دو دسته تقسیم میکنم، یعنی اینی که ما این جوان ها رو، من بارها گفتم که کاری باش ندارم، مخاطب من این پاکستان گذارگران هستند که اینها بارها گفتم متوجه نشدند که یک ملت بزرگ با تاریخ دراز دامن در منطقه که حداقل 250 سال پیش، 2500 سال پیش فرزندان پهنه فلات ایران توسط رهبری خردمندانه کوروش کبیر یک امپراتوری بزرگ تأسیس کرد و ما با تأسیس آن وارد جغرافیای سیاسی جهان شدیم. خب حالا یه حدود 250 سالی، 230 تا 450 سالی در اقلیم یونان و حول و حوش دریای مدیترانه حضور داشتیم و این امپراتوری هم وسعتش از کرانه های کوههای هندوکش و هندوستان و چین تا مقدونیه رو در بر می‌گرفت. خب در دراز مدت، یعنی در طول 230 سالی که هخامنشیان در اونجا بودن، بین اون مردم آزردگی ایجاد شد و اون فیلیپ پادشاه مقدونی پسرشون اسکندر رو که مرد بسیار شجاعی بود اونو بسیج کرد. یه 4-5 هزار نفر لشکر در اختیارش قرار داد و شروع کرد به امپراتوری، به حمله به امپراتوری هخامنشی. در این زمینه من برای شما یه تا نام می‌کنم. خب اون حمله کرد و امپراتوری هخامنشی فرو ریخت.
و بعد از اون هم مدام دارن به ما حمله میکنن. بعد شما یه سوالی کرده بودید درباره امپراتوری روم، یعنی تشکیل امپراتوری روم. من در برنامه‌های شما متوجه شدم که اون جناب سرهنگ توضیحاتی دادن. بله، آقای عقیلی پور در رابطه با روم. حالا من هم به نوبه خودم سعی میکنم کوتاه و فشرده قبل از اینکه وارد اسلام شناسی بشیم به این سوال شما پاسخ بدم. بسیار ممنون. اسکندر مقدونی در سال 331 پیش از میلاد به ایران لشکر کشید و پس از چند پیروزی بزرگ سلسله هخامنشی فرو پاشید و سراسر ایران را تسخیر نمود و بعد از مرگ اسکندر متصرفات او به چند بخش تجزیه شد. در اینجا اون تصویر شماره 2 رو لطفا نشان بدید که امپراتوری روم و شرقی رو داره توضیح میده، نشون میده. سلسله هخامنشی فرو پاشید و سراسر ایران رو تسخیر نمود و بعد از مرگ اسکندر متصرفات او به چند بخش تجزیه شد. بخش شرقی آن به یکی از سردارانش به نام سلوکوس رسید و سلوکیان جانشینان اسکندر امپراتوری هخامنشی را تصاحب کردند و در اقامت 80 ساله خود گرایش یونانی معابی در فرهنگ و هنر ایران پدید آمد و فضای سبودی در حوزه هنرهای تجسمی آن پیکر تراشید. فضای سبودی و نمایش پیکر انسان از روبرو جای سنت و هنر ایستای هخامنشی را گرفت و تحولی در هنرهای تجسمی پارسی ایجاد کرد و به تدریج فرهنگ و آداب یونانی معابی در ایران رواج یافت و سپس اشکانیان وارد میدان شدند. در این کتاب این میبینید درست دیده میشه. بله بله، شاهنشاهی اشکانی. من این عکس رو یادم میاد که توی کتاب تاریخ ایران هم بود برای ما. بله، اصلا این مجسمه در موزه ایران باستان هست. بله بله. منتها این کتاب رو آقای یوزف وروسکی که در همین 20 سال اخیر نوشته و یک مترجم بسیار دانا مرتضی ساقفر زیرنویس هایی به این اضافه کرده که بسیار راهگشا هستند و من خوندن این کتاب رو به دوستان توصیه میکنم. خب ایستای اشکان و سپس اشکانیان وارد میدان شدن که منجر به فتح مجدد ایران توسط پارت ها که قومی آریایی ساکن در استپای شمالی واقع در حد فاصل دریای خزر و دریاچه آرال بودند. در این زمینه من دوستان رو توصیه میکنم این کتاب خزران، درست دیده میشه؟ یعنی بله، که بله، بله. این کتاب رو یک نویسنده به نام آرتور کوستلر که بسیار بسیار هم مرد جالب قلم توانایی داره، این دریاچه خزر نامش رو از این اقوامی که در دو سوی دریاچه خزر یعنی در شرقش و غربش زندگی میکردن گرفته و این کتاب فقط درباره اینه که چگونه اون خزران در اونجا فعال بودن. منجر به فتح سپس اشکانیان وارد میدان شدند که منجر به فتح مجدد ایران توسط پارت ها که قومی آریایی ساکن در استپای شمالی واقع در حد فاصل دریای خزر و دریاچه اورال بودند و زندگی چادرنشینی داشتند. تهاجم خود را در سال 250 پیش از میلاد آغاز و سرانجام امپراتوری جدیدی در ایران که بسیار طولانی بیش از 450 سال دوام آورد به وجود آورد. این قوم به قصد بیرون راندن سلوکیان ابتدا توانستند بر ایالاتی از شمال و شرق ایران دست یابند و دولت سلوکی را وادار کنند رو به مرکز و غرب ایران و سرانجام به میان رودان یعنی همین بین النهرین یعنی عراق فعلی و سوریه عقب نشینی کنند
و با تصرف مجدد فلات پناور ایران سلسله بزرگ اشکانی را در حدود سال 160 قبل از میلاد به فرماندهی مهرداد اول تأسیس کند و منابع ایرانی، ارمنی، سوریانی، چینی و عربی این قوم را اشکانی نامیدند و فرنام یا نام این سلسله برگرفته از اسم ارش شاه آنها که از اهالی بلخ باکتریا بود، یعنی در همین خراسان بزرگ در اون شمال شرقیش و بود و در بخش غربی متصرفات اسکندر، به این قسمت توجه کنید که به روم توجه بود، در بخش غربی متصرفات اسکندر به همت اهالی شهر روم در ایتالیا امپراتوری روم را تأسیس کردند و در سال 395 پس از گاه شماری مسیحی امپراتوری روم به دو بخش غربی شرقی تجزیه شد و این تقسیم موجب دوپاره شدن مسیحیت اروپایی گردید و دولت روم شرقی بیزانس نماینده فرهنگ یونانی و کلیسای ارتودکس بود. این بخش رو میخواستم درباره اون جواب شما و اون تصویر رو که زمین میکردم رو داده باشم. سوالی ندارید دیگه؟ نه خیلی، من اون عکس رو نشون دادم که به اصطلاح نشون میده که کجا بوده این روم و اینها. تنها سوالی که دارم، شما گفتید اسکندر با 4-5 هزار سرباز آمده بوده، اون وقت این قدرت و نمیدونم عظمت پادشاهی ایران با 4-5 هزار سرباز اونم از یه جای دیگه حمله کردن از بین رفت؟ بله. ببینین، من الان دفعه اینو من نمیدونستم این سوالو میکنید. من یه دونه کتابی میارم درباره جغرافیای جهان، یعنی جمعیت جغرافیای جهان، مثلا 2000-3000 سال پیش رو در نظر میگیره که کل کره زمین بیش از 4 میلیون تا 5 میلیون جمعیت داشت و این اعدادی که میگه سپاه اسکندر 300 هزار نفر حرفا، اینا اقراقه، یعنی خیلی بزرگ نمایی کردنه. شما میدونید 300 هزار نفر رو بیایید براش تسلیحاتی لوجستیکش رو باید از کجا میاوردن، چگونه میتونستن چیز بکنن، اینا رو باید ما مشکوک بشیم. حتی سپاه هخامنشیان در کل اونطوری که گفتن 30 هزار نفر بوده، 10 هزار نفرش سوار نظام بودن که بهش میگفتن گارد جاودان، 20 هزار نفرش هم پیاده نظام بودن. بعد مسئله دیگه ای که در ظرف اون 250 سال تأسیس امپراتوری هخامنشی به خاطر اون ساختار ایستا و سکونزای تمام نهادهای سلطنت به تدریج از درون میپوچه، یعنی اون شاه آخرین امپراتوری هخامنشی رو ما نمیتونیم با کوروش یا داریوش مقایسه کنیم. به همین خاطر استش که این امپراتوری از درون پوچیده بود و اصلا تعجب کردم. من یه دونه مقاله در این زمینه نوشتم و منابعش رو پیدا کردم که این یونانی ها وقتی که می اومدن ایران رو می گرفتن از تعجب می کردن بین یکی دو تا زده خورد بسیار کوچک بین اون مرزداران و این چیزا صورت گرفت و اومدن تمام کل امپراتوری رو تصرف کرد. این درباره چه؟ پس بنابراین دو تا علت داشت، یکی اینه که امپراتوری هخامنشی ضعیف شده بود، خود ملت ناراضی بودند که ملت رو مرتب به این جنگ ها برمی داشتن، می بردن تو اونجا به جنگ می بردن و از اون طرف دیگه هم خود هخامنشی ها نگاه میکنه میبینی از مرحله نظام شهروندی و شهرسازی این حرف ها نشدن، محصول کارشون یه 4-5 تا کاخ و اینطور چیزها هستش که در اونجا استوار کردن. خب اگه سوال ندارید بپردازم به اصل قضیه. نه خیلی، من سوال ندارم، بفرم. بسیار خوب، ببینم اون بالا چی دیگه مدهش که قرار بود. خب این بحث در مورد صفحه های فیسبوکی هم فعلا فاکتور میگیریم. اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی مدرن. قسمت دوم، مفهوم محمد در قرآن. در اینجا چند تا آیه اومده، 4 تا آیه اومده که من فقط ترجمه اونها رو میخونم. نام محمد تنها 4 بار در قرآن آمده، سوره 48 آیه 20، سوره 47 آیه 2، سوره 33 آیه 40 و سوره 3 آیه 144، برگردان پارسی آیه ها.
محمد پیامبر خدا و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیرند و با یکدیگر مهربان. در این آیه مقداری توقف کنیم. اولا کسانی که این قرآن رو نوشتن به عقل مبارکشون نرسیده که از نظر گرامر و مسائل زبان دستوری طوری مطلب رو بنویسن که بگنجه. در اینجا میگه پیامبر محمد پیامبر خدا و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیرن و با یکدیگر مهربان. نشون میده که یک نفر به صیغه سوم شخص مفرد داره درباره پیامبر صحبت میکنه و این آیه هایی که وحی شده از سوی خدا، اگر از سوی خدا وحی شده بود باید به صیغه اول شخص مفرد میگفت، میگفت محمد رسول من، نه محمد پیامبر خدا، محمد فرستاده من و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیرند و با یکدیگر مهربان. خب این کلمه با یکدیگر مهربان چه چیزی رو در ذهن شما امروز تداعی میکنه وقتی که شما میگین مشکلات ما چیا هست، چه مشکلی رو حل میکنه؟ در همین حکومت بارها از خودی ها و بی خودی ها صحبت میکنه. این کافران کیا هستند؟ خودی ها کیا هستند؟ خودی ها همین کسانی هستند که در بیت رهبری متراکم شدن و به دستورات عالی جناب گوش میکنن و به هر جنایتی هم که دستور میده انجام میدن و در این حال از مواهب یا آخر این بیت رهبری هم برخوردارن. و کافران کسانی که هستن مثلا مثل من و شما که این حرف های اینا رو قبول نداریم و نمیپذیریم. اما اون کسان خودی که اون میلیارد ها پول ملت رو برمیدارن میبرن تو آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی سرمایه گذاری میکنن، البته که خودی هستند. خب آیه دوم، خدا گناهان کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و بعدان که بر محمد نازل شد که آن حق است و از جانب پروردگارشان ایمان آورده اند از آنها زدود و کارهایشان را به صلاح آورد. توجه کنید دور باز هم یک سوم شخص به صیغه سوم شخص مفرد کسی داره میگه بدان چی که بر محمد نازل شد، یعنی خودش میتونه اگر خدا نازل کرده میگه که آن چیزی من بر محمد نازل کردم و کارهای شایسته کردن اون دوستانی که بهش گرایش پیدا کرده و به آنچه بر محمد نازل شد نازل کردم که آن حق است و از جانب پروردگارشان ایمان آوردن. چرا نمیگه از جانب من یعنی پروردگارش؟ میبینید این قرآن و این آیه هایی که در اینجا آمده انباشته از مغلطه و سفسطه است و گرامر و دستورشان سراسر غلط. آیه سوم، جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او پیامبران دیگر بودند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما با آیین پیشین خود باز میگردید؟ هر کس که بازگردد هیچ زیانی به خدا نخواهد رسید. چرا نمیگه که هیچ زیانی به من نخواهد رسید؟ پس معلومه یه سوم شخص نشسته اینا رو داره از زبان خدا حرف میزنه. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. چرا نمیگه که من سپاسگزاران را پاداش خواهم داد؟ اینا تناقضاتی هستش که هنوز به این مسائل اشاره نمی کنن. یه چند نفری رو من دارم میبینم که با اینطور مسائل دارم برمیرم. آیه چهار رو، محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، او رسول خدا و خاتم پیامبران است و خدا به هر چیزی داناست. خب چرا میگه که من به هر چیزی دانا هستم؟ خب آیه سربی شما درباره این خاتم الپیامبر خاتم الانبیا که به محمد گفته میشه و به شخصیت او تثبیت شد و بعد از این دیگر محمد نمیاد، شما تا کنون فکر کرده بودی و به پیامدهایش؟ والا من خیلی تو مسائل دینی فکر نمی کنم، ولی آقایی داشتیم اینجا به نام دکتر بیژن یگانه که ایشون بهایی بودن، ایشون چون میخواستن ثابت کنن که حضرت بهاءالله پیغمبر بعدی هستن، این خاتم رو یه جور دیگه معنی میکردن، گفتن معنیش خطر دهنده نیست و چنین هست و چنان که
اونم یک کم منو گیجتر کرد، چون گاهی وقتا اینها میگن که اون بهاءالله و به اصطلاح رهبرشون امام دوازدهم امام زمان هست، گاهی وقتا میگن که پیغمبر هست. خود این دوستان هم مثل دوستان مسیحی که گاهی وقتا میگن حضرت عیسی خودش خداست، گاهی وقتا میگن نه خیر پسر خداست، ما رو گذاشتن سر کار. خب ببینید، این مسئله خاتم پیامبران یکی از ترفندهای بسیار نافذ و مکارانه بود که حتی به عقل هخامنشیان و ساسانیان هم نرسید که این خاتم پیامبران را در شخصیت زرتشت تثبیت کنند که بعد از اون دیگر پیامبری ظهور نکنه. اما اینا این ترفند رو میدونستن و اومدن این خاتم پیامبران رو در شناسنامه محمد کوبیدن و این رو خاتم کردن و بعد از اون پیامد ناگوارش برای کشورهای تحت سلطه دیانت اسلامی این بود که هر کس یه سرگردنی نسبت به دیگران بالاتر داشت و کارهای نیکویی برای مردم میکرد، میتونست پیشوا بشه، میتونست رهبر بشه، اینها همشون سرشون بالای دار رفت. یعنی توی جوامع ماها هر کس که جلو می افتاد بالاخره اینا رو میتونستن بگن خاتم پیامبر رسول. اینجا این خاتم پیامبران یکی از ترفندهای نافذ بود که هنوز در افق نگاه این مفسرین سیاسی ما قرار نداره که چرا این رو در شخصیت محمد تثبیت کردن و بعد از اون ما در دامچاهی افتادیم که دیگر در این 1400 سال اخیر نتونستیم یک رهبر ملی برای خودمون تدارک ببینیم، چون هر کس که اومد رهبری رو خواست به عهده بگیره، البته به غیر از اون نظام شاهنشاهی، سرش بر دار بلا رفت. از این نمونه هستش بسیار توی فرهنگ ما هستش، ابن مقفه رو نمیدونم و زکریای رازی رو و هزارها نفر دیگر رو. این هستش که بعدن من یک مطلبی برای شما میخونم درباره خاتم پیامبران. خب این دوست ما هم که دربارش صحبت کردید که میگفتید بهایی بود و مسئله بهاییت، لطف کنید بهش رو معرفی کنید. این کتاب آقای محمد رضا فشاهی یکی از فلاسفه ما هستش در فرانسه، نهیلیست به ویرانگر به ایدولوژی نیاکانی درباره بهاییته. من توصیه میکنم آثار این آقا رو بخونم. محمد رضا فشاهی هنوز هم زنده است. دیده شد کتاب؟ بله بله بله. این رو این 7-8 جلد کتاب داره فقط درباره بهاءالله و در اونجا توضیح میده که در زمان رضا، در زمان ناصرالدین شاه که جنبه به بابیگری آهنگش چیز شد و بسیاری از مردم داشتن به این گرایش پیدا میکردن در زمان ناصرالدین شاه، بعد مله ها متوحش شدن، بلافاصله رفتن پیش سران دولت قاجاری و گفتن که بابا این الان داره دیانت رو از بین میبره و فردا چی میشه و زیرا به عمره میزنن و ابتدا دولت قاجاری با این نهضت و یه جنبش بهاییگری که میخواست یک اصلاحات، یک رفورم، یعنی اون گونه الگویی که در اروپا مارتین لوتر با اون پروتستانیسمی که چیز کرد، جنبشی که راه انداخت و باعث تجزیه کلیسای روم گردید، اینا میخواستن از اون الگو بگیرن که میخواستن در دیانت یه اصلاحاتی انجام بدن که ملاها متوحش شدن، رفتن زیر پای سران قاجاری رو گرفتن و اونها هم اینا رو قتل عام خونی میکردن و قهر ملت بعد از 10 سال متوجه خود نهاد سیاست قاجاری شد و در انقلاب مشروطه سرانجام زیراب این دودمان 130 ساله رو برچید زد. این هستش که من توصیه میکنم دوستان آثار این محمد رضا فشاهی این کتاباش رو بخونن که بسیار راهنمایی خوبی میکنه درباره بهاءالله و اصلا این جریانهایی که راه انداخته بودن. آقای لطف کن یه بار دیگه اون کتاب رو نشون بدید. این نهیلیسم ویرانگر به ایدئولوژی نیاکانی محمد رضا فشاهی، درست دیده میشه؟ یکم بیارنش به طرف سمت چپ. بله بله محمد رضا فشاهی. بله محمد رضا فشاهی
این کتاباشو میتونن چیز بکنن، به همین کتاب فروشی و فروغ ما اینجا این داره و شاید تو سوئد تا جای دیگه در شاید هم در آمریکا وجود داشته باشه ده. چون بسیار این آدم مشهوره، منتهی در هیچ رسانه‌ای شرکت نمیکنه، فقط مطلب می‌نویسه. هنوزم زنده است، یه چیزی معادله فکر می‌کنم در رسانه 80 سالگی. خب به بحثمون ادامه میدیم. پس معلوم شد که این 4 تا آیه‌ای رو که اومده میگه که نام محمد تنها 4 بار در 4 بار در قرآن آمده، در فقط توی این 4 تا آیه‌ای که از محمد نام میبره. در بحث زبانشناسی با کتاب کریستوفر لوکزامبورگ، متاسفانه من این عکس آقای کریستوفر رو نتونستم پیدا کنم، اما کتابش رو برای شما فرستادم، قرائت سوریانی آرامی قرآن، تصویر شماره 3 هست. اسم کریستوفر فامیلش چیه؟ کریستوفر لوکزامبورگ. لوکزامبورگ، اوکی. قرائت سوریانی آرامی قرآن، تصویر کتابش رو برای شما فرستادم. در بحث زبانشناسی که با کتاب کریستوفر لوکزامبورگ قرائت سوریانی آرامی قرآن آغاز شد، این سوال مطرح کردید که قرآن اصلی به چه زبانی بوده. لوکزامبورگ در اثر خود با متد زبانشناسی نشان می‌دهد که قرآن در اصل به زبان سوریانی آرامی تدوین و بعدها به عربی ترجمه شده و بازنویسی شده است. او همچنین واژه محمد در قرآن و سنگ نوشته قبه الصخره را مورد بررسی قرار می‌دهد. یه سنگ نوشته، فکر می‌کنم تصویر شماره 4 باشه، یک کتیب هست. اگر اون رو نشون بدید در اونجا بعدا درباره این سنگ نوشته ما صحبت کنیم. سنگ نوشته قبه الصخره، یعنی همون اون مسجدی که کنار بیت المقدس هستش و در اون 150 سال آغازین دولت خلافت مسلمین به اونجا نماز میگذاشتن، قبلگاهشون اونجا بود. این یکی نیست که نوشته در سوریه؟ نه، اون در سوریه قبل از اون قبله الصخره مثل که شماره 2ه، یه دونه کتیبه است که به زبان یونانی نوشته شده و در این کتیبه اون قسمت بالا سمت چپ صلیب قرار داره. من بعدا درباره این همینجا در همین متن درباره این کتیبه صحبت میکنم برای شما، که همه اینا نشون میده که این قرآن در مکه تدوین نشده، بلکه در شامات و سوریه و همین میانودار ما در ایران تدوین شده. لوکزامبورگ در اثر خود با متد زبانشناسی نشان میده که قرآن در اصل به زبان سوریانی آرامی تدوین و بعدها به عربی ترجمه شده و بازنویسی شده است و همچنین واژه محمد در قرآن و سنگ نوشته قبه الصخره را مورد بررسی قرار میدهد. پژوهشگران نسل جدید بر این باورند که واژه محمد در قرآن در این 4 نمونه اساسا نه یک نام خاص برای شخص، بلکه یک صفت مقدس است. ستایش شده داخل پرانتز آن کس که باید ستایش شود. و در کاوش‌های تاریخی، سکه شناسی، تحقیقات معاصری و زبان شناسی بر این نظرند که محمد صفت مقدس است، یعنی صفت مقدس بوده که جنبش قرآنی برای مسیح قائل بوده. خب هجرت محمد در قرآن. در سراسر قرآن اشاره به مهمترین واقعه تاریخ اسلام، یعنی هجرت محمد از مکه به مدینه نشده، که شایسته پرسش و تحقیق است. البته میتوان گفت خواست خدا بوده و قضیه را لاپوشانی کرد، ولی عقل و منطق امروزی ما باید بتواند آن را توجیه کند. هجرت محمد پرسش های فراوانی در ذهن پژوهشگران کنجکاو به وجود می آورد. حال که پدیده به نام هجرت در قرآن بیان نشده، پس سال هجری که آغاز آن برابر سال 622 میلادی است، کی و از کجا وارد تاریخ اسلامی شده است؟ البته طبری و یعقوبی که کتاباشون رو قبلا برای شما در جلسه قبل نشون دادم، نظرشون این است که در زمان خلیفه دوم که اسلام توسعه یافته بود، به فکر تعیین مبدع تاریخی که جنبه عمومی و همگانی داشته باشد افتادند و
و پس از گفتگوی فراوان پیشنهاد علی ابن ابی طالب، اینا هم از اون جعلای سرسازی هاست دار، پیشنهاد علی ابن ابی طالب که تاریخ فرار محمد از مکه به یثرب را مبدأ هجرت به عنوان تاریخ پیدایی اسلام پذیرفتند. بنابر پژوهش‌های کنونی تا 150 سال آغازین اسلام، یعنی اون موقعی که دولت خلافت در کار بود، سخنی از سال هجری در میان نبود است و نخستین سند مکتوب درباره تاریخ به اصطلاح مسلمانان دو سنگ نوشته از معاویه است که یکی در قدر ام القیس کنونی، ام القیس کنونی به زبان یونانی، یعنی همون کتیبه که به زبان یونانی هست، در اردن، و دیگری در طائف به زبان عربی کشف شده. این طائف هم در سوریه قرار داره نه در مکه. مکتوب درباره تاریخ به اصطلاح مسلمانان دو سنگ نوشته از معاویه است که یکی در قدر عمون قیس کنونی به زبان یونانی در اردن و دیگری در طائف به زبان عربی کشف شده. در سنگ نوشته ای که در حمام شهر قدره از سوی معاویه به زبان یونانی حکاکی شده، علاوه بر علامت صلیب در آخر متن حکاکی شده، تاریخ روم و تاریخ شهر قدره و سرانجام تاریخ سالی آمده که معاویه به عنوان حاکم عرب ها در قدرت بوده است. این سال نه سال هجری بلکه سال 42 عرب ها نوشته شده است. سنگ نوشته طائف مربوط به سال 58 عرب هاست و این سالها برابرن با سال 664 و 680 میلادی. به سخنی دیگر سال اول عرب ها سال 622 میلادی است. جالب است که سال عرب ها بنابر تقویم خورشیدی نوشته می شده و نه قمری. تبدیل سال عرب ها به هجری و به قمری در زمان خلافت هارون رشید، دقت کنید به اینجا، در زمان خلافت هارون رشید که مقتدرترین خلیفه عباسی بود، متولد 763 میلادی در ری، یعنی همین آقای هارون رشید در ری، همین شهر ری ما به دنیا آمده، مرگش هم در 809 میلادی در توس خراسان و پسرش مأمون صورت گرفته. این آقای هارون رشید و این پسرش مأمون و اون یکی امین از زن ایرانی که داشت، اون توی دربارش اون بحثای بین معتزله و اشاعره رو اینا رو راه مینداخت که در واقع بخواد بگه که نشون بده که ما سکولار هستیم و بحث در اونجا آزاده. اما بعدها دونه دونه اون معتزله که نمایندگان فلاسفه ایران بودن اونا رو گیر انداختن و دونه دونه شون رو سرشون رو زیر آب کرد. تقدیل سال عرب های هجری به قمری در زمان خلافت هارون رشید متولد 763 میلادی در ری، مرگ در 809 میلادی در طوس و خراسان و پسرش به عمو صورت گرفته. آقای خداوند، این پسرش همون بود که امام رضا رو میگن کشته، مسموم کرده؟ نمیدونم دقیقا، اینو باید برم بهش نگاه بکنم در این زمینه. این در واقع یه چیزی در همون موقع چیز دیگه. این نشان میدهد تبدیل اسلام به یک دین مستقل چه راههای پرپیچ و خمی را طی کرده است و در سال 622 میلادی چه اتفاقی رو افتاد که آغاز سال عرب ها شد. در سال 590 تا 628 میلادی خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی پس از قتل امپراتور بیزانس موریکیوس که خسرو دوم پادشاهیش را مدیون او می‌دانست، توجه بکنید که بین دربار شاهان ساسانی و اون امپراتوران بیزانس داد ستد هم صورت می‌گرفته. یکی از این پسران
همین امپراتوران ساسانی قهر میکنه بلند میشه میره پناهنده اونا میشه، درست مثل آقای مسعود رجوی که در زمان انقلاب بلند میشه میره زیر سایه اون صدام و میخواست که توسط اون یابو ایران رو آزاد کنه. بعد از انقلاب رئیس جمهور نشد و قبول نکردن و اینها، بله، دید که آخونده بهش سهمی نمیدن، بله، بعد آمد و گفت این آخونده بده، بله، بعد بلند شد رفت اونجا پیش اون صدام که با ما داره در حال جنگه، یعنی دشمن ملت ایرانه و یه پاره قسمتی از خاک ایران رو اومده تسخیر کرده، رفته پیش اون. بعدم این آقای اون چیز رفت، چی بود این نخست وزیر آخرین شاه، بختیار، بله. بعدش هم اون یکی که اینا رو دیگه شما خبر دارید دیگه، اینا جزو خائنین ملت ایران هستن. حداقل این وسط پرونده آقای بنی سعد یه مقداری درخشان موند، چون به رجوی هم گفت نرو، گفت با این کارت مرگ سیاسی خودت رو به اصطلاح یا چی میگن قبر سیاسی خودت رو داری میکنی. بله، تیر خلاص رو بر چیز پرونده سیاسی خودش زد دیگه، درست گفته بود اونو. اون تشخیص داده بود، بنی سعد تشخیص داده بود و بنی سعد هم در بین این افرادی که در فرانسه بودن و میرفتن از اون صدام حسین پولمول میگرفتن و بین چیزا میگردن که چند تایی هم از همین چیزا شاهنشاه این ارتشمدار و غیره هم اونا بودن، این بنی سعد از اونا سالم تر است، یعنی پروندهش سلیم تره. گویا اویسی هم بوده و میگن اویسی هم به این خاطر کشته شده که قول داده بوده به صدام که کارهای انجام میده، نه برا... نه این سرهنگ اویسی که اینجا هست و پیر مرده و مریضه، برادرش تیمسار اویسی، بله، بله. میگن اون کشته شدنش به اصطلاح ربطی به جمهوری اسلامی نداره و مامورین صدام آمدن کشتنش، چون گفتن شما که پول گرفتی قول دادی چیز کن. در باره بختیارم شما به درستی گفتید، بختیار 5 روز تو زندگیش نیست و من حتی با آقای دکتر منوچهر رزمارا هم صحبت کردم، ایشون هم با یک زرنگی خاصی در رفت و پاسخ نداد که اینها در کدام قصرهای کدام رهبر عرب بودن بهشون پول دادن، اینها به احتمال 99% همه اینها در عراق بودن. بله، اجازه بدید که من یه پرانتز باز بکنم، 2-3 دقیقه یک موضوعی رو برای شما تعریف بکنم. بفرمایید. این خانم گیتی رو که شما الان باش تماس دارید، من در همین اتاق ساعت‌ها باش بحث کردم. خانم گیتی کاوه. بله، همین خانم گیتی کاوه. اینو من 5-6 سال پیش می‌شناسم، حدود 4-5 سال پیش هم منو اینجا دعوت کرد، یه سمینار اینجا گذاشته بود درباره چیز جمهوری‌ها. من در اینجا بهش گفتم ببین عزیزم، دست از سر کچل این بختیار بردار. این بختیار پروندهش سفید نیست، پروندهش سیاهه. دلایلش من الان برای شما کوتاه میگم. در تمام طول حکومت پهلوی دوم این آقا رو به بازی نگرفتن. یکی از دلایلشون بود که گفتن این آدم شروره. دومین دلیلش این است گفتن که این آقا زن فرانسوی داره و کسانی که طبق قانون دوم اساسی ایران مسکه نمیدونم تو اینجا اومده، کسانی که زن یا شوهر فرانسوی دارن در مقامات و پست‌های بالای دولتی نمیتونن چیز بکنن، چرا که جاسوس ماسوس این حرفا میشه. نه فقط فرانسوی، لابد خارجی، خارجی. میدونم دیگه، مثلا فرانسوی خارجی، یعنی هر کسی که خارجی باشه. بله، فکر کنم به همین دلیلم بود که با همین بنبست روبرو شدن برای شاه که زن خارجی داشت، مجبور شدن به زنش به اصطلاح چیزی اونم میشه. بله، اون چیز اون یارو رو که گرفتن بعدن هم حالا یه مطلب دیگه سومیش هم این هستش که این آقا تکیگاه مهمش این ایل بختیاری است. ایل بختیاری درسته که در انقلاب مشروطه خدماتی به ملت ایران کرد و رضاشاه رو تقویت کرد، ولی بعدها رضاشاه متوجه شد که همین ایل بختیاری داره میخواد اون اندیشه‌ای که انقلاب مشروطه داشت تلاش میکرد که ملت ایران در انقلاب مشروطه تلاش میکردن که ملت ایران رو از حافظه تنگ ایل و قبیله و عشیره و دودمان و این چیزا بیارن بیرون و در واحد بزرگ ملت قرار دادن و تا حدودی هم موفق شدن و این آقا رو متوجه شدن. همون اون سرکرده ایل بختیاری چی بود و مرد کوچولوه؟ اون ناصر خان و اینا یه همچه اونو آخر سر اعدام کرد، اونو از چی یارو کرد، چون برای اینکه داشتن چموش بازی میکردن. یعنی اینکه این ایل بختیاری در این حال یه ایل چموشی هم هست، هنوز نگاه میکنه اونایی که دادباهاتون هستن
اینا هنوز این تفکرات رو دارن که بیان باز ایلو ایلاتی بازی رو این حرفا رو در هرم قدرت سیاسی ایران چیز بکنن. دلیل این مثلا یکی از تکیه‌گاهش این بود و اینو نمیتونستن بپذیرن، چون برای اینکه اون بختیاری‌ها رو میآورد فعال میکرد. یکی دیگه از چیزایی رو که در برای این در نظر میگه این سه تا دلیل عمده بود که این رو بهش بازی ندادن. یکی هم که در این اواخر شاه که حکومتش داشت به قول بهرام مشیری میگفتش که اتوبوس سلطنت داره تو سراشی میمیره، این آقا پریده اون وسط بخواد حالا دنده هوا بزنه. به این میگن جاه طلبی. بعد این یه تعداد بزرگ همون چسبیدن دنبال این آقا. بعد همین آقا هم بلند شد رفت توی اروپا، از اونجا رفت پیش صدام پول گرفت که بیاد بره مثلا اون خوزستان رو آزاد کنن، از اونجا دولت تشکیل بدن و بعد کل ایران رو آزاد کنن. البته بعضیا باور دارن که مسئله آزادی خوزستان نبوده، ایشون قول داده بوده که خوزستان رو میده به آقای صدام. اینو بله، مثلا هدف وقتی که ارتش صدام بیاد خوزستان رو بگیره که دیگه پس نمیده، که حالا در این باره من کلی مقاله نوشتم. بله اگر اونم بگه به مطلب پرانتز رو میبندم به مطلب ادامه بدید. بفهم. خب این نشان میدهد که تبدیل اسلام به یک دین مستقل چه راههای پرپیچ و خمی را طی کرده است و در سال 622 میلادی چه اتفاقی رخ داد که آغاز سال عرب ها شد. از سال 590 تا 628 خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی پس از قتل امپراتور بیزانس موریکیوز که خسروی دوم پادشاهیش را مدیون او میدانست، برای خونخواهی وارد جنگ طولانی با بیزانس شد. این جنگ ها از سال 602 تا سال 628 یعنی 26 سال یک ربع قرن میلادی طول کشید. منطقه شام، اسرائیل، کرانه‌های شرقی دریای مدیترانه و مصر در این زمان جزء قلمرو بیزانس محسوب می‌شدند. اما 100 سالی بود که بیزانسی‌ها در آنجا حضور نظامی فعالی نداشتند و آن مناطق زیر نظر عرب‌های مسیحی به ویژه قسطانیان. لطفاً اون نقشه جغرافیایی ایران رو در زمان خسرو پرویز رو اگر بتونین نشون بدید من اینجا توضیح میدم. بله بفرمایید. خب به ویژه قسطانیان که مسیحی منوفزیت بودن قرار داشت و مرکز آنها در حوالی کوههای کنونی جولان سوریه بود و حاکمیت بخش بزرگی از منطقه را در دست داشتند. خب شما اگر در نقشه ملاحظه بکنید میبینید که در اون پایین یمن یک واحه سبزی خرمه که مرتب در اونجا به خاطر که چی بود، مرتب در طول این 4000 سال اخیر دچار اضافه جمعیت میشد و این اضافه جمعیت تنش ایجاد میکرد. چرا که و بعد بلند میشدن اینا تحت رهبری اون سرکرده ایلشون مهاجرت میکردن به مناطق خوش آب و هوا. اون پایین که دریا بود و از اقیانوس نمیتونستن به اون صورت رد بشن و پایین تر هم اگه رد میشدن میبینید که اون روی خط استوا آفریقا قرار داره که خودشون از ماها فقیرتر و گرسنه‌تر و بیابانی‌تره، اونجا نمیتونستن برن. بنابراین میگرفتن میومدن بالا به طرف شامات. چگونه می اومدن؟ این مسئله رو شما این کتاب اضافه جمعیت میبینید این کتاب رو؟ یکم ببرش بالاتر لطفا. بله بله، اضافه جمعیت در این کتاب بله. توضیح میده که کشورها یا اقلیمهای مختلفی وقتی که دچار اضافه جمعیت میشن چه اتفاقی میفته. این یمن هم که در اونجا تنها یه دونه سدی بود به نام سد معارف که این قبائل در پیرامون اونجا میکردن کشمکش های صورت میگیره که در اون کتاب جنبش حروفیه که قبلا من برای شما صحبت کردم در اونجا جزئیاتش نوشته. آقای خداوندی رو ببخشید، یکی از دوستان اعتراض کردن روی فیسبوک، نوشتن که این قانونی رو که ایشون میگه که اگه چون همسرشون فرانسوی خارجی بودن از کجا آوردن، چون تیمسار پارکروان یک نمونش بود که زن خارجی داشت، دکتر اقبال گویا، این را مطمئن نیست ایشون. بعد میگه بختیار در همان سالهای بعد از 28 مرداد
از همسر فرانسویش جدا شد. بعد ایشون نوشته که به نظر میرسه که این آقا از خودشون قانون در می آورن، یا بگوین که به اصطلاح مسند این. ولی من در رابطه با شاه میدونم که قانون اساسی میگه که همسر شاه باید ایرانی باشه، به همین دلیل یک کمی هم قانون شکنی کردن و فوزیه رو اول پاسپورت ایرانی براش صادر کردن. بعدن بفهم. حتی بعدها هم که این خانم سریا بود که ایلو تبار بختیاری داشت. بله، سریا اسفندیاری که زن بسیار خوشگلی هم بود. بله. این رو هم که طلاق داد به خاطر همین مسئله این ایلو تبار بختیاری بودنش بود، در صورتی که میتونست این آقا این خانم رو نگه داره زنهای دیگه هم بکشه، مگه بین سلاطین همیشه مد نبود؟ مد بوده، ولی این رو اونم اومد طلاق داد. اینا توی این تفاصیلی که جدیدن دارن می نویسن در اومده، اون آقا هم اومده حرفای مفتی داره خودش می زنه. اینا رو باید بره این چیزهای جدید رو بخونه تا اینکه متوجه بشه که یه همچی مسائلی در کار. البته این دوستمون روی کاغذ نمیاد که این دوستمون وکیل احتمالاً این قانونا رو میدونه. حالا من ازشون دعوت میکنم که بیشتر توضیح بدن یا لطف کنن تحقیق کنن با هم به اصطلاح در تماس باشن. خب در اینجا خسرو پرویز توانست طی مدت کوتاهی تا سال 614 میلادی تمام شرق بیزانس را زمینه ویران کند و به گونه ایران ساسانی همان وسعتی را یافت که در زمان امپراتوری هخامنشیان دارا بود. خسرو دوم در سال 614 میلادی اورشلیم را تصرف کرد، کلیسای مقبره مقدس Church of the Holy Sepulchre یا همچی چیزی را تخریب کرد و صلیب مقدس مسیح را با خود به تیسفون آورد. این بزرگترین ضربه روانی به جهان مسیحی آن زمان بود که نه تنها مسیحیان بیزانس از این حرکت خسرو پرویز به خشم آمدند، بلکه سوری های مسیحی، مصری های قبطی، قسطانیان و لخمیان هم به مسیحیان ایرانی که بزرگترین رقیب زرتشتی ها محسوب می شدند از این حرکت شاهنشاه ایران به خشم آمدند. در اینجا این مسئله رو من توضیح بدم که در اون نقشه جغرافیای ایران رو ممکنه نشون بدیم باز. بله. در اونجا یمن رو من گفتم که این قبائل بلند می شدند، در دو شاخه شروع می کردن می اومدن بالا. شاخه اول از کرانه های دریای سرخ یا دریای احمر می گرفتن می اومدن بالا و در شامات مستقر می شدن. این گروه رو بهش میگیم قسطانیان که تحت نفوذ امپراتوری بیزانس قرار داشتن. گروه بعدی از این سواحل اقیانوس هند و جنوب عربستان میگرفتن میومدن همشب میچرخیدن میومدن تو خلیج فارس و در جنوب خلیج فارس، در شمال عربستان در اونجا که نزدیکه های همین عراق فعلی است اونجا مستقر میشدن. اینا را ما اسمشو گذاشته بودیم لخمیان که تحت امپراتوری ساسانی بود که در عمل در واقع یک خاکریز دفاعی بود برای این تهاجم قبائلی که از پای میومدن، کوچنده هایی که مزاحمت ایجاد میکردن اینا جلوشو میگرفتن. در این حال دادستدن دختر و پسر و دو چیزا هم با دربار ساسانی داشتن که بعدها میتونم اینا هم برای شما ارائه بدم که چه کسایی از لخمیان اومدن در هرم قدرت و به همین خاطر استش که من برای شما توصیه کردم در جلسه قبل گفتم این کتاب رو دوستان بخونن، اعراب حدود مرزهای ایران و روم شرقی. در اینجا خانم پیکولوسکایا جز به جز این روابط بین قبائل که در جنوب و جنوب غربی ایران مستقر شده بودند اطلاعات میده که متاسفانه این مفسرین سیاسی ما از این چگونگی فعل افعالات این 2300 سال اخیره قبل از فروریزی امپراتوری ساسانی هیچ خبر ندارن. در این مفسره کسی اصلا سراغ این قبائل قسطانی و لخمی رو گرفته که در اونجا دچار ازدیاد جمعیت می شدن و این جمعیتشو حالا اینجا من توضیح میدم که چگونه دولت ساسانی جا به جا می کرد. خب تخریب
صلیب و صلیب مقدس را با خود به تیسفون آورد. این بزرگترین ضربه روانی به جهان مسیحی آن زمان بود که نه تنها مسیحیان بیزانس از این حرکت خسروپرویز به خشم آمدند، بلکه سوری‌های مسیحی، مصری‌های قبطی، قسطانیان و لخمی‌ها و مسیحیان ایرانی که بزرگترین رقیب زرتشتی‌ها محسوب می‌شدند از این حرکت شاهنشاه ایران به خشم لشکرکشی‌های خسرو دوم و پیروزی پی در پی او باعث شد که هراکلیتوس امپراتوری بیزانس در سال 618 میلادی قسطنطنیه را رها و پایتخت خود را به سیسیل انتقال دهد و با حمایت کلیسا و مبلغ کلانی که در اختیار او قرار گرفت توانست لشکری بزرگ سامان دهد و خود را برای ادامه جنگ با ایران آماده کند و در سال 621 تا 622 میلادی با سپاه خود راهی ارمنستان شد. خسرو پرویز برای مقابله با نیروی نظامی هراکلیوس فرمان داد لشکر ایران برای دفاع از تیسفون و مقابله با هراکلیوس شام، اسرائیل و مصر را ترک کند و در نبرد سپاهش شکست سختی از هراکلیوس می‌خورد و با این شکست ناقوس فروپاشی امپراتوری ساسانی نواخته می شود. با بیرون رفتن نیروی نظامی ایران از منطقه شام، اسرائیل، کرانه‌های دریای مدیترانه و مصر، یک بار دیگر نیروهای سوری و عرب متحد هراکلیوس که قریشیان، ببینید اون قسطانیان که می رفتن اون بالا به نام قریشی نامیده می شدن، داخل پنداد واژه قریش را از آرامی گرفته شده و متحد معنی می‌دهد نامیده می‌شدند. قدرت را در آن منطقه به دست گرفتند و در بین سال‌های 622 تا 660 میلادی تا زمانی که قدرت در دست قسطانیان مسیحی قرار داشت، آشوب و آشفتگی در مناطق شام و بیابان‌های شمال عربستان برقرار بود، درست مثل رفتار داعش در منطقه. ولی عرب ها سال 622 میلادی، یعنی سال آزاد شدن آن قلمرو از نیروهای نظامی ایران، را سال عرب ها نام نهادند. جنگ ایران و بیزانس تا سال 628 میلادی ادامه یافت و سرانجام با یک پیمان صلح در سال 628 میلادی به پایان رسید. ایران ساسانی پس از شکست در این جنگ بزرگ آنچنان در بحران فرو رفت که تا پایان دولت ساسانی 653 میلادی این سرزمین 10 پادشاه به خود دید. این نخستین جنگ صلیبی دینی در تاریخ بود که نیروهای نظامی هراکلیوس با علائم صلیب وارد جنگ علیه ستایشگران آتش، این گوهره درخشان طبیعت و دیانت زرتشتی، و هراکلیوس به کمک کلیسای مسیحی تلاش کرد این درگیری را تبدیل به یک جنگ مذهبی علیه آیین اهورامزدایی کند. این همون جنگ های صلیبی دیگه نه؟ بله، قبل از این صلیبی که بعدها با سپاه صلاح الدین ایوبی در این منطقه شروع شد، بعدها هم عثمانی ها در چیز کردن و سرانجام هم اون امپراتوری بیزانس توسط همین عثمانی ها در 1340 میلادی برای همیشه دفترش بسته شد. او در تبلیغات خود سعی کرد مسیحیان ایران و شام را برای نابودی فرعون، یعنی شاهنشاه گردن فراز ایران، بسیج کند و با این تمهید که شخصیت هراکلیوس در ادبیات شرق مسیحی در هیئت اسکندر یا ذوالقرنین تجلی کرد. آیا ایران توسط عرب‌ها تصرف شد؟ رویدادنگاران اسلامی می‌گویند که ایران طی دو جنگ بزرگ قادسیه در 635 میلادی و نهاوند در 642 میلادی از عرب‌های مسلمان شکست خورد و پادشاه ایران یزدگرد سوم پس از 10 سال در مرو توسط مرزبان آن ماهوی سوری در سال 652 میلادی به قتل رسید
و دفتر سلسله ساسانی پس از 426 سال بسته و برای همیشه از صحنه جغرافیای سیاسی جهان حذف شد. پس از آن ایرانیان به دلخواه یا به زور به اسلام گرویدن. این برداشت مفسران سنتی از تاریخ ایران پس از اسلام است. خب تا اینجا سوالی که ندارید؟ سوالی نداریم، ولی متاسفانه داریم به آخر برنامه میرسیم. اجازه بدید من یک دو تا کتاب رو به شما بگم که در رابطه با همون حضرت محمد و تاریخ و اینا که گفتید، یا آقای به نام مهندس آرمن ساگینیان، ایشون ارمنی هستن ولی باور دارن که گویا وقتی که در کالیفرنیا بودن حضرت محمد به خوابشون آمده و از ایشون خواسته که به من و شما بگن که محمد دو تاست، یکی اون محمد خوب اولی، بعد اونا محمد رو کشتن و به دروغ گفتن که اون محمد دوم که شمشیر میکشیده و اینها. این دو کتاب هست، من نشون میدم، بعدنم اگه خواستید روی اینترنت نگاه کنید. پیامبری برای حضرت محمد و اسلام، کتاب دوم آیات مدنی، کلام محمد خودخوانده. اون دومی رو میگه محمد خودخوانده، این اولی رو میگه کتاب نخست آیات مکی، کلام خدا به رسولش حضرت محمد. و برای من واقعا جالب بود که بین این همه مسلمان، یعنی 1.5 میلیارد تقریبا، چگونه حضرت محمد به فکرش اومده که بره به خواب آقای آرمن ساگینیان، اونم در کالیفرنیا. این افرادی هستن که شروع میکنن برای خودشون یک چیزهای در میارن بیرون و مبنای کاراشون هم همه باز همین این 4-5 کتابی هستش که از تفسیر سنتی اسلام هست. خب پس از قلم مانویان، مسیحیان شرق یا خاورمیانه؟ میخواییم درباره مسیحیان شرق در خاورمیانه صحبت کنیم. باید خیلی کوتاه، 3 تا 4 دقیقه ماکسیمم. برنامه فقط 3-4 دقیقه مونده. بله، اگه نمیرسیم باید بذاریم برای هفته آینده. بله، من این رو من میخونم و بعد بقیش رو میگذاریم برای برنامه خواهد. بسیار عالی، بفرمایید. مسیحیان شرق یا خاورمیانه؟ پس از قلم مانویان، من یه مقداری درباره این مانویان توقف کنم. این آقای مانی یه ایرانی بود که اومد در ایران یه آیین رو که بعدها به نام دین مانوی مشهور شد سرهم بندی کرد. یه ملغمه ای بود از دیانت مسیحی، آیین بودایی و از متأثر از دیانت مسیحی که عموما هم متأثر از این کتاب. اینو میبینید فلوتین. بله بله، چون این بارش اسم نداره، من در اینجا چیزشو نشون میدم برای شما. آثار فلوتین، این دو جلده، دوره آثار فلوتین. بله دو جلد هسته و این هم یکی از اون ایدالیست های مهمل باف و مزخرفگوی بود که قرنها ایرانی ها این رو اشتباه به جای افلاطون گرفته بودن و شرح ماجرای همین مسئله رو هم این آقای فشاهی در همه این کتاب نهلیست به ویرانگر و این حرف ها اینجا توضیح داده. تو این آقا اومد، ایمانی که از این ادیان مختلف یه ملغمه درست کرد به نام آیین مانوی و وقتی که اومد تو ایران به رهبران حکومت ساسانی ارائه داد که یکی دو سالی هم به عنوان وزیر بود و نمیدونم مشاور بود و این حرفا انتخاب شد، بعد دیدن داره این خرابکاری میکنه و از اونجا بیرونش کردن. بعد رفت بین مسیحیان به امپراتوری بیزانس، اونجا یارو کرد و اونجا هم دیدن که این آدم مخربی هستش. این همین نیست که بعضیا باور دارن کپی بودا رو میخواسته پیاده کنه. بله میگم، بله من دارم میگم دیگه، میگم یه قسمتی از اندیشه های بودا رو، بعد یه قسمتی هم از دیانت چیز اهورامزدایی رو و بیشترش هم از دیانت مسیحی، مخصوصا متأثر از این کتاب آقای فلوتین که اینم یکی از اون مهمل بافای بود، مثل اون آقای سن آگوستین هستش که اون کتاب شهر خدا رو نوشت، اونم من دارم اینجا. این تحت تأثیر این بودن و یک چیزی درست کرد که یه مقدارم تمایلات چیزی داشت، تمایلات کمونیستی سوسیالیستی در آثارش بود که از هر دو طرف، یعنی هر دو طرف
از توسط مسجد ساسانیان و رومی ها یک کتک مفصل خورد و از صحنه خارج شد. عجب بازار مکاره این ماجرای دین و مذهب، هر چی آدم کلاش و شارلاتان اونجا پیداش میشه. بله درسته، اصلا یعنی اصلا چیزی هستش دیگه. ببینیم، من اینو برای شما یه بار اشاره کردم درباره جهانبینی اسلامی. وقتی که میاد، ببینیم، وقتی که تعادل قاعده رو وقتی که میاد میره تو آسمان قرار میده که منشأش الله باشه، اونجا قرار میده و چه نه قاعده داره نه تکیگاهی داره، یک چیز مهملی است، روش هم یه کوهی از مهملات میبافه میره. همینجا تو این چهار تا آیه دیدین چقدر داره حرف میزنه، حرفای میزنه که عموما مهملاته، جزو مزخرفاته که خداوند فرمود و بلاری میگه بابا خداوند کجاست. الان شما چند چیز پیش درباره همین مسئله خدا فرموده این حرفا داشتید یه صحبت در میکردید، گفتی که خیر ما میپذیریم، حالا وقتی که بپرسیم که این خدا چگونه بود کجا بود، اون موقع تو گلش گیر میکنید. پس از قلم مانویان در قلم روی ساسانیان و مسیحیان رومی، مسیحیت به بزرگترین رقیب دینی زرتشتیان تبدیل شد. حال این پرسش پیش میآید که منبع انسانی این مسیحیان ایرانی چه کسانی بودند. تا پیش از تبدیل شدن دیانت مسیحی به مذهب امپراتوری روم، مسیحیان همواره تحت پیگرد و آزار شدید از سوی رومیان قرار داشتند. یکی از مناطق فرار مسیحیان قلمرو اشکانیان و سپس ساسانیان که دین اهورامزدایی در ایران مسلط و رسمی بود. امیر حسین خنجی در کتاب فروپاشی ساسانیان، میتونید این کتاب رو ببخشید، این خنجی درسته، خنج خنجی بله. خب در کتاب فروپاشی ساسانیان درباره انتشار مسیحیت در میان غیر ایرانیانی که در قلمرو یا در پیرامون امپراتوری ساسانی زندگی میکردن می نویسد: قبائل شمال عربستان در بیابانهای شام در درون مرزهای امپراتوری روم اندک اندک به مسیحیت گرویدن که همون قسطانیان باشن، چنان که تا نیمه سده ششم میلادی قبائل تقلب، کلب، جزام، بلغی، بلی، بلی، آمنه، تنوخ، وهرا، قسان، نمر، عیاد و یک قبیله از بنی تمیم به مسیحیت گرویده بودند. این جماعت از مسیحیتی پیروی میکردند که ترکیبی از باورهای یعقوبیان و آروسیان بود و مسیحیان عراق، خوزستان و نیز عربهای مسیحی شده در درون مرزهای ایران و روم در اواخر دوران ساسانی علاوه بر نستوری ها عمدتاً پیروی مسیحیت نوین برآمده از باورهای یعقوبیان و آروسیان بودند. خنجی درباره تفکر خداوند ببخشید، باید همینجا به اصطلاح برنامه امروز رو تموم کنیم، بذارین دنبالش رو برای بعدن. اجازه بدید من به دوستان بگم اگر کسی میخواد ما میتونیم این مقاله رو که شما برای ما فرستادید براشون بفرستیم، یا همونجوری که شما روی فیسبوکتون گذاشتید و آدرس فیسبوکتون در طی برنامه پخش شد، الان هم دارم نشون میدم، با فیسبوک شما تماس بگیرن. شما روی فیسبوک بسیار فعال هستید و از دوستان باز هم دعوت میکنم اگر صحبتی دارن، پرسشی دارن، حتما بپرسن، اگر نظری دارن حتما مطرح کنن. از شما بسیار ممنونم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم عزیزم، روز روزگارتون خوش. مرسی. بس هفته بعد. بله بله، با امید دیدم. خب دوستان عزیز، این برنامه ها تا یکی دو ساعت دیگه در یوتیوب قرار میگیره و خیلی خوشحالم از روزی که ما این فیسبوک رو به صورت زنده برنامه ها رو پخش میکنیم. شما بدون هیچ وقفه ای میتونید توی فیسبوک ببینید، یعنی من الان که با شما خداحافظی میکنم و این رو میبندم، شما روی فیسبوک هاتون موجود هست، میتونید اونجا برید و هم برنامه خود من رو به مدت یک ساعت و نیم، هم برنامه آقای خدابندلو رو ببینید. از یکایی که شما دوستان عزیز ممنون و متشکرم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و از اینکه با ما بودید بین این همه رادیو تلویزیون موجود بسیار متشکرم. روز روزگار بر شما خوش.